آدم های کلان داری یه اوتوبوس بیایی حقیقی خبر نگاه این مملکت نبود که بازتاب گسترده در گذشت دو خبرنگار محیط زیست در پی واژگون شدن اتوبوس. خبرنگاران همراه میگویند اتوبوس از ابتدای راه مشکل فنی داشته است. استاندار آذربایجان غربی میگوید از این حوادث زیاد در کشور رخ میدهد. وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در ادامه خبرها. گزارش‌های جدید درباره عملیات خرابکارانه علیه ساختمان سازمان انرژی اتمی ایران. رسانه‌های اسرائیلی از خسارت سنگین در پی حمله پهپادی می‌گویند. نیویورک تایمز از حمله پهپادی از داخل ایران به مرکز اصلی تولید سانتریفیوژ گزارش می‌دهد. انتقاد تند مدیر مسئول کیهان از رئیس جمهور ایران درباره امکان توافق سریع با غرب. حسین شریعت‌مداری میگوید لغو یک روزه تحریم‌ها به معنای توقف فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی و قرار دادن زنان ایرانی به عنوان کنیز داعشی هاست. و پایان تحقیق دولت کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی. کانادا توضیح ایران را گمراه کننده و سطحی توصیف کرد. جاستین ترودو گفت برای پیگیری پرونده از دیوان عدالت بین المللی کمک می‌گیرد. بازتاب گسترده جان باختن ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی، دو خبرنگار محیط زیست، بر اثر سرنگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در نقده ادامه دارد. همزمان با انتقادهای گسترده از وقوع این حادثه در رسانه‌های اجتماعی، استاندار آذربایجان غربی گفته برخلاف گزارش‌ها اتوبوس حامل خبرنگاران مشکل دار نبوده و از این دست حوادث زیاد در کشور رخ می‌دهد. این در حالی است که فرمانده انتظامی نقده گفته نقص فنی و ترمز اتوبوس علت حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران بوده است. مدیر کل آمار ایمنی و ترافیک سازمان راهداری هم اعلام کرده اتوبوس حامل خبرنگاران مجوز تردد نداشته است. همزمان رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از بازداشت راننده اتوبوس خبر داد. روز گذشته اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست که عازم دریاچه ارومیه بودند در نقده دچار حادثه شد. ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی، دو خبرنگار محیط زیست خبرگزاری های ایرنا و ایسنا، جان باختند و 21 تن دیگر زخمی شدند. زینب رحیمی، خبرنگار محیط زیست و از سرنشینان اتوبوس سرنگون شده، در دیدار با عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، از فقدان امکانات و شرایطی که به واژگون شدن اتوبوس حامل خبرنگاران منجر شده انتقاد می‌کند. زینب رحیمی می‌گوید اتوبوس از ابتدای حرکت دچار نقص فنی در ترمز بوده است. الان شوهرش تو راه داره میاد و نمیدونم بعد به این بچه جنازه بچه‌شو تحویل بدیم به در مادرش تو راه داره میاد. من نمیدونم یه اتوبوس گرفته بابا مگه ما گفتیم ما میایم ارومیه؟ من خودم هفته قبل اومدم ارومیه واسه دریاچه گزارش نوشتم، من یک ریال از کس پول گرفتم؟ خودم برای خودم برای وظیفه خودم انجام دادم. ستاد گفت بیاید، گفت بیاید، این همه پول خرج کرده ستاد. آقای کلان داری یه اتوبوس بیاید حقیقی خبرنگار این مملکت نبود که ما رو با یک بنز قرازه بفرستن، اونم از صبح. خود آقای حاج مرادی میگه از صبح من میدیدم این فقط داره با دنده کار بکنه، ترمز نداره. بعدم خرش چیشه؟ ما مردم هرکی میاد دادستان میاد میگه شما رو از اون جاده پس برگردونده، ما موندیم، میخواستن ما رو بکشن کلن. بگن بگن دیگه بیان ما کلن قصد کشتن شما رو داشتیم، الان دو تا بچه اینجا مردن. ولی شرف داشت، برای محیط زیست عشق داشت، بلند شد اومد، بلند شد اومد، چی شد؟ بلند شد اومد داره پدر بودش باید در جنازه این دختر رو ببرن، شوهرش باید یادتش هم دیگه عروسیش بود. حسن ظهوری از خبرنگارانی که در جریان حادثه واژگونی اتوبوس مصدوم شده میگوید اتوبوس حامل خبرنگاران کیفیت مناسبی نداشته و سالم نبوده است.
حال عمومی خوبه ولی دندم شکسته و چند تا آسیب دیدم. اتوبوس از جاده خارج شد چپ کرد. همراه هستیم با احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین. آقای مهرابی، درباره دلایل وقوع این حادثه تلخ برای اتوبوس حامل خبرنگاران و جان باختن دو خبرنگار محیط زیست بیشتر توضیح میدید؟ برحال این موضوع به این دلیل که خبرنگاران حامل در این اتوبوس حضور داشتن تا حدودی مورد توجه قرار گرفته، اما معمولا این اتفاقات یک موج خبری ایجاد میشه دربارش و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. عملا از 20 سال گذشته گزارش های متعددی در رسانه ها مطرح میشه درباره تعداد بالای حوادث جاده‌ای در ایران که خود مقامات جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان این حوادث را با کشته شدگان جنگ ایران و عراق مقایسه میکنن و اعلام میکنن که از اون تعداد بیشتر شده، ولی عملا این موضوع یک موضوع عادی شده و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته و تنها به گزارشدهی در این باره اکتفا میشه. درباره تصادفات جاده موضوع ایمن نبودن خود جاده ها و نقاط حادثه خیز که هر سال آماری از تعداد نقاط حادثه خیز در ایران اعلام میشه، ایمن نبودن وسایل نقلیه، مشکلات آموزش ندیدن رانندگان و وسایل فرهنگی و همینطور نبود یک ساختار منظم حمل و نقل مطرح شده. این حادثه که با اتوبوس بوده اگر بخواد مورد بررسی قرار بگیره، درسته که ناوگان اتوبوسرانی در ایران به نوعی نوسازی شده، اما ساختار حمل مسافر یا ساختار ضوابط شرکت‌های مسافربری هیچ فرقی نکرده و تفاوتی با اون موقع که به هر حال مردم می‌رفتن در یک گاراژ سوار یک اتوبوس می‌شدن تفاوتی نداره، چون نه شرکت‌های مسافری منظم و دارای ساختاری وجود دارن و نه ضوابطی که به هر حال بخواد در این باره مثلا درباره اتوبوس‌های دربستی ضوابط مشخص وجود داشته باشه و بر اساس اون ضوابط عمل بشه. درباره این اتفاقات هم معمولاً به هر حال به بازداشت راننده یا موضوعات مشابه اکتفا میشه. اگر به صورت جزئی مثلا دلیل حوادث هم بررسی بشه، در بسیاری از موارد اون راننده یا اون صاحب اتوبوس به هر حال به دلایل مالی و به این دلیل که خیلی ساختار منظمی وجود نداره، مثلا این فرد رفته اتوبوس سابقش را در واقع فروخته یا اینکه به هر حال از رده خارج شده بوده و با وام یک اتوبوس جدید خریده و باید وام چند صد میلیون این اتوبوس را بده، ساختاری هم به نوعی خیلی وجود نداره که اگر این اتوبوس مدتی کار نکرد چه وضعیتی پیش میاد، موضوع بیمه ها در این باره به هر حال دچار مشکل هست، یا اینکه اون به نوعی فرهنگش وجود نداره و موضوعات توسط خود رانندگان دست کم گرفته میشه و با وجود اینکه به هر حال اتوبوس مشکل فنی داره او فرد کار میکنه. بله. آقای مهرابی، یه سوال از شما دارم که استاندار آذربایجان غربی گفته اتوبوس مشکل دار نبوده و از این دست اتفاقا زیاد رخ میده، چقدر این دست واکنشا با ابعاد این حادثه تلخ همخونی داره؟ خیلی کوتاه ممنون میشم برامو بگید. سخنان مقامات چیز جمهوری اسلامی به نوعی در این باره فقط معمولا به شکلی است که واکنش هاشون نمک روی زخم میپاشه و اقدام جدی انجام نمیدن، هرچند که به هر حال از نظر آقای شهریاری به عنوان استاندار ممکنه که موضوع عادی باشه، یعنی در همون استان روزانه چند نفر ممکنه بر اثر حوادث جاده‌ای کشته بشن و این موضوع برای مقامات به نوعی یک موضوع عادی شده و اون به هر حال در این اتوبوس خبرنگاران حضور داشتن تا حدودی مورد توجه قرار گرفته
ولی اون هم به مرور فراموش میشه، یعنی اتفاقاتی از این دست عملا تکرار خواهد شد و ساختاری وجود نداره که ساختار و اراده‌ای وجود نداره که بخواد یک تغییر کلی در این ساختار بده. سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین همراه ما بودید. نیویورک تایمز گزارش داده که ساختمان متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران که برخی رسانه‌ها در ایران دیروز اعلام کردند هدف حمله خرابکارانه قرار گرفته، مرکز اصلی تولید سنترفیوژهای سایت‌های هسته‌ای فوردو و نتنز بوده است. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ایرانی و چند مقام اطلاعاتی آمریکا اضافه کرده پهپادی که به ساختمان متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران حمله کرده از داخل ایران و از مکانی نزدیک به آن از زمین برخاسته است. این گزارش درباره میزان خسارت‌های احتمالی اطلاعاتی منتشر نکرده است. این در حالی است که روزنامه جورنالیسم پست در گزارش اعلام کرده که برخلاف تکذیب مقام‌های جمهوری اسلامی، این عملیات خرابکارانه خسارات بزرگی به بار آورده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی پیشتر وارد شدن هر نوع خسارتی را به ساختمان انرژی اتمی رد کرده بودند. در حالی که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که تأسیسات هسته‌ای ایران مورد حمله پهپادها قرار گرفته، یک مقام آگاه در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا گفته حمله به هیچ وجه پهپادی نبوده، بلکه احتمالاً یک اقدام امنیتی خرابکارانه بوده است. برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران دیروز از عملیاتی خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی در کرج خبر دادند، اما گفتند این حادثه هیچ خسارت انسانی و مادی به همراه نداشته است. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم. بابک، چه جزئیات بیشتری از این حمله در اسرائیل منتشر شده؟ آنچه که در کرج گذشته، سه سناریو وجود داره که در کنار دو سناریویی که از دیروز در رسانه‌های اسرائیل و همچنین نیویورک تایمز گزارش شد و آنچه که جمهوری اسلامی میگه، یعنی اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده، خسارتی وارد نشده و یک ریس پرواز را در هوا جمهوری اسلامی شکار کرده، رسانه‌های اسرائیلی از حمله بادی به این مکان گزارش دادن و گفتن که خساراتی به این مکانی که اونها کارخونه سنتریفیوژ سازی لقب دادند به وجود اومده. اما سناریوی سوم مقاله‌ای هستش که امروز در نشریه الجریده کویتی منتشر شد و در اون گفته شده که این مکان در کرج مکانی هستش که قرار بوده که بیش از 100 نفر از دانشمندان هسته‌ای ایران، مقامات و مهندسان اتمی ایران در اونجا کنفرانسی داشته باشند و وقتی که ماموران جمهوری اسلامی به یک ریس پروازی که قرار بوده که مواد منفجره‌ای که در زیر ساختمان کار گذاشته را منفجر بکنه از راه دور به سوی او شلیک میکنن، او را در هوا میزنن و پس از اون به دنبال جا و مکانی میگردن که مواد انفجاری بوده و بالاخره در زیر ساختمان، در زیر پایه‌های ساختمان مواد انفجاری را پیدا میکنن. گفته شده که به قول این نشریه این مواد حتی در زمانی که این ساختمان ساخته شده در اونجا کار گذاشته شده. الجریده گفته که هدف انفجار تأثیر گذاشتن بر گفتگوها در وین و همچنین شاید خونسا کردن برجام بوده. در اینکه چه کسی این عملیات را انجام داده الجریده سخنی نگفته، اما نیویورک تایمز همانطوری که گفتم به گونه دیگر به این مسئله پرداخته و گفته که از سال 2020 ماموران اسرائیلی چند هدف را به دونالد ترامپ در رابطه با ایران گفته بودند، یکی از اونها فخری زاده بوده، یکی دیگه نتنز بوده و دیگری این مکانی در کرج بوده که در اون این اتفاق افتاده. در حال حاضر دقیقاً معلوم نیست که از این سه سناریو کدام یک به حقیقت نزدیک‌تره. امن از توضیحاتت همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم همراه ما بودی. اما همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی. خیلی خوش آمد آقای حسنیاری. خب نیویورک تایمز هم تا که در خبر هم داشتیم گفته این حمله پهپادی از داخل ایران و از مکانی نزدیک به ساختمان متعلق به انرژی اتمی ایران انجام شده. آیا شاهد دور جدید و البته بی سابقه از اقدامات امنیتی نظامی علیه تاسیسات هسته ایران هستیم؟ ببینین، وقتی روزنامه بسیار بسیار معتبری نظیر نیویورک تایمز و یا واشنگتن پست اخبار این چنینی رو
بیرون میدن معناش این هست که اونها تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن که این خبر صحت داره. در مورد اینکه آیا این موج جدیدی است، میشود گفت که این دنباله حملاتی است که در گذشته صورت گرفته. حرفای آقای عباسی مسئول پیشین سازمان انرژی اتمی روشنگره، او گفته بود که طی 15 سال گذشته 5 حمله بسیار بزرگ به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شده و حملات کوچکتری. معناش این هست که بایستی انتظار داشت که حملاتی از این قبیل در آینده ادامه پیدا بکنند، تا زمانی که بخصوص اسرائیل به این نتیجه نرسه که جمهوری اسلامی قادر نیست دیگر به بمب اتمی دست پیدا بکنه. بنابراین می شود گفت که این مرحله ایست از مراحل گذشته و در آینده قطعا ادامه پیدا خواهد کرد. خب الان رسانه اسرائیل از خسارات بزرگ در این عملیات خرابکارانه گزارش میدن. از طرف خبرگزاری حکومت در ایران در واقع میگن که حادثه خسارتی نداشته. آیا شاهد یک جنگ رسانه‌ای همزمان با نزاع پنهان اسرائیل و ایران هستیم یا یک طرف در واقع حقیقت رو گزارش نمی‌کنه؟ ببینین، اگر که به مجموعه حوادث چند سال گذشته نگاه بکنیم، به طور قطع جمهوری اسلامی در تمام اون موارد و در تمام مواردی که در آینده اتفاق خواهد افتاد دروغ گفته. دروغ گفته به این معنا که ابتدا خب اخبار زد و نقیزی در این باره منتشر میشه. خبرگزاری ایلنا میگه حمله قرار بودی که به مرکز تولید واکسن برکت صورت بگیری که اون حمله انجام نشد. از اون طرف خبرگزاری های دیگر اعلام میکنن که حمله پیش از اون که انجام بشه جلوش گرفته شده و در نهایت بعدن میبینیم که حمله صورت گرفته و ابعاد خسارات بسیار بسیار زیاده. بنابراین جمهوری اسلامی همونطور که در گزارش پیشین شما در مورد این حادثه بسیار بسیار دردناک اتوبوس خبرنگاران محیط زیست دیدیم، حرفای بسیار ضد و نقیض پیش و پا افتاده میزنن بدون اینکه به اصل قضیه بپردازن. در این مورد هم چون این امری صورت گرفته در گذشته بوده، قطعا در آینده هم خواهد بود. آقای حسنیاری، با تمام این تفاصیل آیا باید منتظر افزایش نزاع امنیتی بین اسرائیل و ایران در ابعاد جدیدی بود؟ ببینید، زمانی که آقای محمود علوی که وزیر اطلاعات سابق بوده و اخراج او از دولت احمدی نژاد باعث این شد که روابط بین خامنه ای و احمدی نژاد شکراب بشه، اعلام کرده که اگر ما مجبور بشویم به بمب اتمی دست پیدا بکنیم چون این کاری رو خواهیم کرد، معناش این هست که این نگرانی وجود داره نزد کشورهای مختلف از جمله اسرائیل، به خاطر اینکه هدف اصلی جمهوری اسلامی از بین بردن اسرائیل هست و در نتیجه بایستی انتظار داشت که این حملات ادامه پیدا بکنه تا زمانی که در یک مذاکرات بسیار جدی و خیلی روشن جمهوری اسلامی تمامی ابعاد برنامه خود رو به جهان ارائه بده و در اون صورت نوعی اطمینان با همراه با بررسی‌های مداوم، بازرسی‌های مداوم تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه تا اینکه این اطمینان حاصل بشه. تا حالا اون چی که دیدیم این بودی که جمهوری اسلامی تنها عکس العمل نشون داده، چه به حملات و چه به گزارش‌هایی که در مورد تأسیساتش انجام شده و بعد از اون که چه این اخبار بیرون درس پیدا کرده، جمهوری اسلامی گفته که بله به تأسیساتی رو داره. سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی همراه ما بودید. شما همچنان بیننده تلویزیون و شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود. بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. بازتاب گسترده در گذشت دو خبرنگار محیط زیست در پی واژگون شدن اتوبوس. خبرنگاران همراه میگویند اتوبوس از ابتدای راه مشکل فنی داشته است. استاندار آذربایجان غربی میگوید از این حوادث زیاد در کشور رخ میدهد. گزارش های جدید درباره عملیات خرابکارانه علیه ساختمان سازمان انرژی اتمی ایران. رسانه های اسرائیلی از خسارت سنگین در پی حمله پهپادی میگویند. نیویورک تایمز از حمله پهپادی از داخل ایران به مرکز اصلی تولید سانتریفیوژ گزارش میدهد.
انتقاد تند مدیر مسئول کیهان از رئیس جمهور ایران درباره امکان توافق سری با غرب. حسین شریعت مداری میگوید لغو یک روزه تحریم ها به معنای توقف فعالیت های موشکی و منطقه جمهوری اسلامی و قرار دادن زنان ایرانی در اختیار داعش هاست. و پایان تحقیق دولت کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی. کانادا توضیح ایران را گمراه کننده و سطحی توصیف کرد. جاستین ترودو گفت برای پیگیری پرونده از دیوان عدالت بین المللی کمک می‌گیرد. بلومبرگ به نقل از یک مقام آگاه در دولت جو بایدن گزارش داده گروه مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا به رهبری رابرت مالی معاون ویژه ایالات متحده در امور ایران آماده است از هفته آینده و به محض اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای شرکت در دور هفتم گفتگوهای احیای برجام به وین برود. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا هم در واکنش به اظهار نظر دیروز رئیس دفتر روحانی مبنی بر تعهد آمریکا برای لغو تحریم‌های ایران به خبرگزاری رویترز گفت تا زمانی که درباره همه چیز توافق نشود هیچ توافقی انجام نخواهد شد. محمود بائسی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران دیروز گفت بر مبنای توافق صورت گرفته در وین تحریم‌های بسیاری افراد و نهادهای زیرمجموعه بیت رهبر جمهوری اسلامی و نیز تحریم‌های نفتی و کشتیرانی جمهوری اسلامی لغو خواهد شد. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان میگوید توافق سریع با آمریکا به معنای تن دادن جمهوری اسلامی به تمامی خواسته های واشنگتن از جمله توقف فعالیت های موشکی و منطقه جمهوری اسلامی است و قرار دادن زنان و دختران ایرانی به عنوان کنیز در اختیار داعشی ها. شریعت مداری در واکنش به سخنان دیروز حسن روحانی درباره امکان توافق سریع در برجام نوشته جوانان جانبرکف ایران نمردند که روحانی نسخه فروش ایران را میپیچد. مدیر مسئول روزنامه کیهان از فریب خوردگی روحانی در مذاکرات اتمی نوشته و با انتقاد از برجام توافق با غرب را فاجعه توصیف کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفته بود تحریم‌ها را میتوان یک روز پایان داد و اگر عراقچی اختیارات لازم را داشته باشد میتواند به سرعت مذاکرات را نهایی کند و به تحریم‌ها خاتمه دهد. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه همراه میشیم با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. خیلی خوش آمدید آقای علیزاده. از همین صحبت‌های مدیر مسئول کیهان شروع کنیم. توافق سری با غرب رو با تعابیر تندی توصیف می‌کنه. دلیل این انتقادهای تند حسین شریعت مداری از توافق برجامی چیه؟ بله متاسفانه ارتباط ما با آقای علیزاده برقرار نشده. سعی میکنیم که ارتباط برقرار کنیم. به محض برقراری مجدد ارتباط برمیگردیم با ادامه گفتگو. اما در ادامه خبرها بشنویم. تحقیق دولت کانادا درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی به پایان رسیده و نتیجه این تحقیقات فردا به صورت رسمی منتشر خواهد شد. ایران اینترنشنال با دسترسی به این گزارش قبل از انتشار رسمی آن دریافته که برنامه‌ریزی قبلی برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی در این تحقیقات اثبات نشده. در گزارش دولت کانادا آمده در حالی که گروه تحقیق هیچ مدرکی مبنی بر برنامه‌ریزی برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی پیدا نکرده، اما این موضوع از مسئولیت ایران در مورد مرگ 176 مسافر سلب تقصیر نمی کند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در پیامی خطاب به خانواده های قربانیان در این گزارش گفته دولت کانادا برای پیگیری عدالت از همه گزینه ها از جمله دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه استفاده خواهد کرد. به گفته او جمهوری اسلامی به عمد نکته های کلیدی را نادیده گرفته و روایت ایران از سرنگونی هواپیما مبهم گمراه کننده و سطحی است. همراه میشیم با عظمت اجدادی خواهر غنیمت اجدادی از قربانیان هواپیمای اوکراینی از لندن همراه ما. اصلا خیلی خوش آمدید. خب الان کانادا گزارش جمهوری اسلامی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو مبهم، گمراه کننده و سطحی توصیف کرده. شما به عنوان کسی که برها خواهرتون در این حادثه بوده، ارزیابیتون چیه؟ نظرتون در رابطه با این چیه؟ من اگه بخوام بی پرده صحبت کنم، انتظار ما خانواده ها از گزارش کانادا خیلی بالاتر از این بود، مخصوصا که مدت ها منتظر انتشار این گزارش بودیم و خیلی برامون مهم بود که در این گزارش چه مواردی عنوان میشه. این گزارش که با پیام جاستین ترودو رو به خانواده ها شروع شده،
و به هر حال احترام گذاشته به خانواده ها و در اون صراحتاً اعلام کرده که اگر مذاکرات در مورد این پرونده به نتیجه دلخواه خانواده ها نرسه، این پرونده به دادگاه بین المللی ارجاع داده خواهد شد و این خودش نشونه خوبیه. البته این گزارش حاوی نکات کلیدی هم هست که همین ها میتونه نقطه امیدی برای ما باشه. از جمله این نکاتی که در این گزارش اومده اینه که اون رو یک خطای انسانی ندونسته و مقامات درجه بالای جمهوری اسلامی رو مسئول این فاجعه میدونه و اون رو به خطای یک اپراتور تقلیل نمیده و دلایلش رو اینجا میاره. این خودش خیلی مهمه که مقامات جمهوری اسلامی یه جورایی میشه گفت عمدن توی این گزارش، درسته که به صراحت اعلام نکرده، ولی این رو یه جورایی اعلام میکنه. و از طرف دیگه عنوان میکنه که رهبر جمهوری اسلامی و شورای امنیت اون شب به عمد آسمون کشور رو باز نگه داشتن و علارغم گزارش هایی که گفته شده به مبنی بر شرایط جنگی اون شب از سپر انسانی استفاده کردن که این خودش جنایت جنگی محسوب میشه. و نکته مهم دیگری که در این گزارش اومده این که سازمان ایکائو رو مسئول دونسته که در برابر این جنایت که تا الان یه جورای سکوت کرده پاسخ خوب بدونه. اینها نکات کلیدی این گزارش هست که ما میتونیم به اونها استناد کنیم. سپاسگزارم از شما عظمت اشتگی، خواهر غنیمت اشتگی از قربانیان هواپیمای اوکراینی از لندن همراه ما بودید. خواهش. اما همونطور که لحظاتی پیش هم در خبرها داشتیم، بلومبرگ به نقل از یک مقام آگاه در دولت جو بایدن گزارش داد گروه مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا به رهبری رابرت مالی معاون ویژه ایالات متحده در امور ایران آماده است از هفته آینده و به محض اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای شرکت در دور هفتم گفتگوهای احیای برجام به وین برود. همزمان حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان میگوید توافق سری با آمریکا به معنای تن دادن جمهوری اسلامی به تمامی خواستهای واشنگتن از جمله توقف فعالیت‌های موشکی و منطقه جمهوری اسلامی است و قرار دادن زنان و دختران ایرانی به عنوان کنیز در اختیار داعشی‌ها. همونطور که ارتباط ما برقرار نشده بود لحظاتی پیش، اما برگشتیم به آقای علیزاده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. آقای علیزاده، همونطور که از شما قبلا هم پرسیدم، به صحبت‌های مدیر مسئول کیهان برگردیم که توافق سری با غرب رو با تعابیر تندی توصیف میکنه. دلیل این انتقادهای تند حسین شریعت‌مداری از توافق برجامی چیه؟ متاسفانه ارتباط ما مجدداً قطع شد، اما ما همچنان همکاران ما تلاش میکنن ارتباط رو برقرار کنیم. سپاسگزارم که همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر برمیگردیم به شما با ادامه خبرها. بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. این مرحله پول خرج کرده ستاد آقای کلانتری. یه اتوبوس بیمه حقیقی خبر نگاه این مملکت نبود. بازتاب گسترده‌ای در گذشت دو خبرنگار محیط زیست در پی واژگون شدن اتوبوس. خبرنگاران همراه میگویند اتوبوس از ابتدای راه مشکل فنی داشته است. استاندار آذربایجان غربی میگوید از این حوادث زیاد در کشور رخ میدهد. گزارش‌های جدید درباره عملیات خرابکارانه علیه ساختمان سازمان انرژی اتمی ایران. رسانه‌های اسرائیلی از خسارت سنگین در پی حمله پهپادی می‌گویند. نیویورک تایمز از حمله پهپادی از داخل ایران به مرکز اصلی تولید سانتریفیوژ گزارش می‌دهد. انتقاد تند مدیر مسئول کیهان از رئیس جمهور ایران درباره امکان توافق سری با غرب. حسین شریعت‌مداری میگوید لغو یک روزه تحریم‌ها به معنای توقف فعالیت‌های موشکی و منطقه جمهوری اسلامی و قرار دادن زنان ایرانی در اختیار داعشی هاست. و پایان تحقیق دولت کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی. کانادا توضیح ایران را گمراه کننده و سطحی توصیف کرد. جاستین ترودو گفت برای پیگیری پرونده از دیوان عدالت بین المللی کمک می‌گیرد.
جنبش مقاومت اسلامی نجبا عراق از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی خواستار تحریم شرکت‌های آمریکایی ارائه دهنده دامنه اینترنتی شد. جنبش نجبا اقدام وزارت دادگستری آمریکا در رابطه با مسدود کردن ده‌ها وبسایت خبری وابسته به جمهوری اسلامی را در ایران، عراق و یمن محکوم کرده و آن را نشانه ای از ترس آمریکا از اطلاع رسانی متفاوت توصیف کرده است. همزمان شبکه‌های تلگرامی وابسته به سازمان اشتشبی با انتقاد از دولت عراق از سکوت نهادهای دولتی نسبت به اقدام آمریکا انتقاد کردند. ایالات متحده از دو روز پیش دامنه اینترنتی 36 شبکه تلویزیونی وابسته به جمهوری اسلامی و شبه نظامیان همسو با حکومت ایران را مسدود کرده است. همراه میشیم با همکارم ترسک صادقی از اربیل عراق. ترسک، درباره آخرین واکنش ها در عراق نسبت به مسدود شدن وبسایت ها و شبکه های وابسته به گروه های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی برامون توضیح بده. خب واکنش ها شدید هست، همچنان ادامه داره و میشه گفت که رأی عمومی در عراق رو به دو دسته تقسیم کرده. در شبکه های مجازی کانال های وابسته به سازمان هشت شعبی با منتشر کردن پوسترها و عکس ها شخص نخست وزیر عراق الکاظمی رو هدف قرار دادن که سکوت کرده. از طرفی دیگه انتقاد داشتن به نهادهای دولتی مثل وزارت ارتباطات یا کمیسیون ارتباطات و رسانه در مجلس نمایندگان عراق که هیچ واکنشی در مقابل این اقدام آمریکا نداشت. جنبش نجبا همونطور که شما هم اشاره کردید یک بیانیه نسبتاً شدید منتشر کرده، گفتند که اونا اقدامات آمریکا رو از طریق این شبکه‌ها و رسانه‌ها رسوا می‌کردن. اونا صداهای خیرخواهی بودند که آمریکا اونا رو قطع کرده که به گوش جهان نرسه. خواستار این شدند که دامنه اینترنتی شرکت‌های آمریکایی رو تحریم بکنند و در بیانیه البته اشاره کرده به اینکه یک نوع پیشنهاداتی داده این که برای اداره کردن وبسایت‌ها از چه طریقی میتونن استفاده بکنن. رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر عراق هم این اقدام رو نقض آزادی بیان عنوان کرده و از کمیته رسانه و ارتباطات وزارت خارجه عراق درخواست کرده که یک بیانیه بده یا یک واکنشی در این مورد داشته باشه و با آمریکا در این مورد به گفتگو بشینه. دیدگاه‌های دیگری هم بودند که به نوعی میشه گفت که مثبت ارزیابی شدن، این اقدام آمریکایی رو مثبت ارزیاب کردن. مرکز پژوهش‌های راهبردی عراق با گفتگوهایی که داشتند با رسانه‌های متعدد گفتند که در فضای پرتنشی که عراق خودش داره به سر میبره این میتونه هرج و مرج رو در این کشور بیشتر بکنه. اما خب فعالان عراقی در شبکه‌های اجتماعی میشه گفت که دید مثبتی داشتن نسبت به این اقدام آمریکا. ناظران هم دیدگاه‌های متفاوتی داشتن از جهت اینکه سکوت الکاظمی نخست وزیر عراق معنادار هست، چون خود دولت و نخست وزیر کاظمی با این گروه‌ها در مدت گذشته در بیشترین تنش بوده و میشه گفت که دولت خرسند نیست از این اقدام آمریکا. یا اینکه ناظران گفتند قبل از شروع انتخابات زودهنگام عراق این میتونه به نفع دولت باشه که یا تشویشی که این گروه ها در شبکه‌های اجتماعی میتونن برای رأی عمومی درست بکنن در مورد انتخابات این رو از بین ببره. یا اینکه پیغامی میشه گفت که پیغامی است برای گروه های شبه نظامی تحت حمایت سپاه پاسداران چه در عراق چه در منطقه که با تبلیغات ها و تشویق هایی که علیه منافع آمریکایی در عراق و منطقه میکردن این میتونه این تبلیغات و تشویق ها رو مسدود بکنه. ممنون از تو همکارم ترسک صادقی از اربیل عراق همراه ما بودیم. گونه های جدید ویروس کرونا کشنده تر و سریع تر از نوع اولی آن عمل می کند. محققان می گویند گونه دلتای کرونا زندگی افراد آسیب پذیر جامعه را هدف می گیرد. موضوعی که باعث تلاش کشورهای جهان برای مقابله با آن شده است. برخی مسئولان حوزه سلامت ایالات متحده و محققان سازمان بهداشت جهانی دیروز در نشست مجازی راه حل‌های مؤثر برای کنترل ویروس دلتا را بررسی کردند. ماهرخ غلام حسین پور گزارش می‌دهد. نوع جدید کرونا سریع‌تر و کشنده‌تر از نمونه‌هایی است که تا کنون شناخته‌ایم. محققان می‌گویند ویروس دلتا به زندگی افراد آسیب‌پذیر جامعه نفوذ می‌کند. سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند کشورهای جهان مراقب ویروس دلتا باشند. ویروسی که نخستین بار در 3 ایالت هند پیدا شد و حالا به 92 کشور جهان راه یافته. روسیه، فرانسه و پرتغال نیز با دلتا درگیر شدند.
در استرالیا بعد از شناسایی 30 مورد ابتلا به ویروس جدید، محدودیت‌های گذشته بازگشتند. روشنه که در این شرایط و پیشرفتی که در مقابل با بیماری داشتیم، ترجیح می‌دادیم محدودیت‌ها دوباره برنگردند. اما با توجه به آنچه رخ داده و شیوع ویروس جدید، دولت ترجیح می‌ده امروز اقدامات تازه برای محدود کردن گسترش نوع بسیار خطرناک دلتا انجام بده. ویروس دلتا به آمریکا هم راه یافته. 10% بیماران به نوع جدید ویروس مبتلا شده‌اند. همزمان با شیوع دلتا در یک هفته گذشته، آمار مرگ و میر در آفریقا نزدیک به 40% افزایش یافته. بالا گرفتن میزان مرگ و میر در سایر نقاط جهان نیز گزارش شده است. دانشمندان چینی میگویند دلتا تا مدت‌ها به عنوان نمونه غالب بیماری در جهان باقی خواهد ماند. در اروپا نیز دلتا جدی گرفته شده. ما در حال شکست اپیدمی در کشور هستیم، اما به هیچ وجه نباید اجازه بدیم که دلتا بر ما برتری پیدا کنه و منجر به موج دیگری از همه‌گیری بشه. تمام بحثا پیرامون پایان منع رفت و آمد و پایان استفاده از ماسک رو میشنوم و میبینم که مردم تصور میکنن اپیدمی دیگه پشت سر ماست، اما باید بدونیم این پروسه هنوز تمام نشده. با شروع روند واکسیناسیون، همه‌گیری تا حدی کنترل شد. اما انواع ویروس‌های جهش‌یافته‌ای که یک به یک از سوی محققان شناخته شده‌اند، هنوز چالشی واقعی برای پایان همه‌گیری کرونا است. ماهرخ غلام حسین‌پور، ایران اینترنشنال. به برلین پایتخت آلمان بریم، تصاویر زنده ببینیم که از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به همراه هایکو ماس همتای آلمانیش برای ادای احترام به قربانیان هولوکاست به محل یادبود اونها رفتن. آنتونی بلینکن لحظاتی پیش سخنرانی کرد و در حال حاضر هایکو ماس در حال سخنرانیه. اداره دادگستری کاتالونیا در اسپانیا از جان باختن جان مکافی، سازنده آنتی ویروس مکافی در سلولش در زندان بارسلونا خبر داد. بر مبنای این گزارش رسمی، شواهد حاکی از خودکشی جان مکافی است. پیشتر دادگاه عالی اسپانیا با استردار او به آمریکا به دلیل اتهامات مالیاتی موافقت کرده بود. مکافی 75 ساله، سازنده نخستین نرم افزار آنتی ویروس در جهان بود. جان مکافی به کلاهبرداری در رمزارزها و پولشویی و پرداخت نکردن مالیات متهم شده بود.